پس از ماها انتظار شرکت اپل از جدیدترین محصولات خود رونمایی کرد. به ویژه آیفون اکس با برازندگی و برتری بیشتری نسبت به مدل‌های پیشین خود توجه همگان را جلب کرد. اما آیا این تلفن هوشمند مناسب هر مصرف کننده هست؟ میل آرسیگا خبرنگار صدای آمریکا به این سوال می‌پردازد. تیم کوک رئیس شرکت اپل پس از قدردانی از استیو جابز بنیانگذار این شرکت محصولات امسال اپل را معرفی کرد. از ساعت اپل سری 3 تا تلویزیون اپل، آیفون 8 و آیفون 8 پلاس و آیفون ایکس. This is iPhone 10. این آیفون 10 است. بزرگترین جهش به جلو از زمان اولین آیفون. آیفون ایکس با صفحه‌ای که لب لب آن را می پوشاند. دکمه خانه را ندارد و مجهز به فناوری تشخیص چهره است. البته قیمت آن نیز $1000 است و همه قدرت خرید آن را ندارد. I think truly that there are some people out there who will skip meals to have these devices. بعضی از غذاشون میزنن که این تلفن را بخرن. البته میشه بحث کرد که عاقلانه است یا نه، که احتمالاً نیست. ما مردم پیشنهاد میکنیم که به وسع مالیشون نگاه کنن که آیا خرید این تلفن به هزینه ماهیانه‌شون میارزه. علاوه بر پرداخت بهای اولیه، مصرف کنندگان باید انتظار بهای سخت افزار همراه آن و هزینه های شرکت های خدمات مخابراتی را نیز در نظر بگیرند. چون تلفنتون رو دوست ندارید و به نظرتون خوب کار نمی‌کنه، به این معنی نیست که باید یک چیز تازه و پرزرق و برق بخرید. او میگوید برای خرید این اپل باید به فروشندگان مختلفی مراجعه کرد تا بهترین قیمت رو به دست آورد. کاری که مصرف کنندگان در چین، یکی از بزرگترین بازارهای اپل، انجام می‌دهند. به رغم قیمت بالای این تلفن هوشمند، انتظار می‌رود بسیاری آن را خریداری کنند.